سلام رفقا، حالتون چطوره؟ اسم من نیماست. خیلی خوش اومدید به کانال کالاتیک، جایی که همیشه داریم در مورد تکنولوژی و اتفاقات و تاریخچه و اینجور چیزاش صحبت میکنیم. پس کانال رو حتما سابسکرایب بکنید، اون زنگوله رو هم یه مشت بزنید توش که فعال بشه تا در نهایت اولین نفری باشید که این ویدیوهای جذاب به دستتون میرسه. بریم سراغ اصل ماجرامون. آقا توی طول تاریخ یه سری گوشی هوشمند اومدن که هر کدومشون دچار مشکلات مختلفی بودن و این مشکلات باعث شده یا از رده تولید خارج بشن یا در نهایت آدم ها دیگه نخرنشون، چون یه دفعه اینترنت پر شده بوده از اخباری که آقا این گوشی ها ایراد دارن و نباید به اون دلایل بخریدشون. اومدم این ویدیوها رو که مربوط به 5 سال اخیر میشده رو یه مرور کردم، گوشی های جذابی که خیلی میتونستن خفن باشن ولی به خاطر ایرادات مختلف در نهایت یا از رده خارج شدن یا مخاطب دیگه نرفته سراغشون رو در آوردم و قراره توی این ویدیو بهتون معرفیشون بکنم. بریم سراغ اولی که چیزی نیست جز آیفون 6 یا آیفون 6S. این دوتا خیلی گوشی های خوبی بودن توی نگاه اول، یک رده جدیدی بودن از گوشی های آیفون که خب با توجه به سخت افزار جذابتر، با توجه به ظاهر متفاوت تری که داشتن، خیلی ها امید داشتن که این گوشی ها حسابی بتره کنن و توی بازار دوباره ما شاهد یه سری آیفون خفن دست مردم باشیم. اما به چند دلیل آیفون 6 یا همون 6S موفق نشدن. چرا؟ چون اولا اینکه باتریشون حالا یک کوچولو ضعیف بود، حالا این خیلی مسئله بزرگی نیست، همیشه آیفون ها با باتری مشکل داشتن، اما یه مشکلی بوده که همیشه آیفون ها باهاش دست و پنجه نرم کردن، اونم تاچ اسکرینه. اصلا یه چیز داریم به اسم تاچ اسکرین دیزیز که میگن مریضی تاچ اسکرینه و از یه جایی به بعد دوچار اختلال میشه و درست نمیتونه اون فانکشن خودش رو داشته باشه و کار بکنه. اما بازم من نمیگم 6 و 6S به خاطر اینها گوشی های بدی بودن و آدم ها نباید میرفتن سراغش. بزرگترین مشکلشون این بود که این گوشی ها با یه فشار خیلی کم تا میشدن. یعنی شما این گوشی رو میذاشی تو جیب پشتت، میشستی یه دفعه در میووردی گوشی رو، میدیدی که قشنگ یه انحنای خوشگل افتاده روی گوشی. یعنی اون زمان که گوشی های میشه گفت خمشو و تاشو و اینا وجود نداشتن، آیفون با اون تکنولوژیش یه گوشی زده بود که تا میشد ولی همچنان هم کار میکرد. و خلاصه که این یکی از بزرگترین ایراداتی بوده که توی گوشی های آیفون ها دیده بودیم. اما اگر فکر میکنید که این تنها گوشی سری آیفون هاست و اپل ساخته که چنین مشکلی داشته و کلن گوشی پرخرابی بوده، نه، سخت در اشتباهید. دومین گوشی لیستمون مربوط میشه به آیفون 10 یا همون آیفون X به زبان حالا خیلی محاوره ای و کوچه بازاری. آیفون X خب خیلی گوشی جذابی بود، اصلا اومد میشه گفت که طراحی آیفون ها رو بعد از یک بازه زمانی تغییر داد و همه اینجوری بودن که واو، نسل جدید گوشی های هوشمند وارد بازار شد. حق هم داشتن، خیلی ظاهر جذابی داشت، تقریبا میشه گفت که اصل صفحه نمایش کاملا مشخص بود، دیگه اون دکمه ها و اینجور چیزا وجود نداشت، میشه گفت حاشیه های کم و خیلی چیزهای دیگه باعث شده بودن که اصلا آدما برن سراغ آیفون 10 و حسابی هم با اون ظاهر جدیدش حال بکنن. اما مشکل این گوشی ها به خاطر این نسل جدید ساختار امنیتی گوشی های اپل یه دفعه زیاد شد. شما دیگه خب اون میشه گفت که دکمه فیزیکی رو نداشتی که دستت رو روش نگهداری و گوشیت باز شه. همه اینها به اون سنسور تشخیص چهره خفنی که اپل اومده بود روی این گوشی های جدیدش گذاشته بود خلاصه میشد و خب خیلی اتفاق هیجان انگیزی بود ولی کلی ایراد و لگ و باگ داشت که در نهایت باعث میشد که آدما مجبور به تعویضش بشن، تعمیرش بکنن. و این سنسور تشخیص چهره یه زمانی باعث شده بود که پدر آدما در بیاد و حسابی اذیت بشن و همین موضوع باعث میشه که الان آیفون 10 به عنوان اون گوشی های تاپ آیفون شناخته نشه. یعنی شاید بگن که یه گوشی انقلابی بود، اومد فلسفه اون طراحی گوشی های آیفون رو تغییر داد، ولی در نهایت اون گوشی نیست که همه ازش به عنوان یه گوشی پرفکت یاد بکنن. گوشی بعدی که میخوام در موردش صحبت بکنم مربوط میشه به یک رقیب چینی محصولات اپل، یعنی هواوی، که یه زمانی گوشی های خیلی خفنی داشت ولی خب الان به خاطر اون تحریم هایی که روش گذاشته شده خب داستان داره دیگه، نمیتونید اونقدر ها روشون حساب بکنید. اما هواوی پی 20 پرو یکی از گوشی های خفنی بود که موقعی که معرفی شد آدم ها اینجوری بودن که نه، مثل اینکه هواوی قراره یه سری گوشی خفن دوباره به دستمون برسونه. حق هم داشتن، خیلی روی کاغذ همه چیز جذاب به نظر می رسید ولی این گوشی ها یه چند تا مشکل اساسی داشتن. اولا اینکه اون
تغییراتی که مجبور شده بودن توی اون سیستم عامل و نرم افزار و اینجور چیزا بدن، در نهایت کار دست هواوی داده و هنوزم میده. پر از لگ و باگ بود این گوشی و از یه جایی به بعد اونقدرها هنگ میکرد که آدم ها ترجیح میدادن اصلا گوشی ها رو ردش کنن بره یه گوشی جدید بگیرن. در کنارش باتریش هم خیلی زود عمرش تموم میشد و اصلا انگار مثلا شما باتری نداشتی از یه جایی به بعد. این گوشی رو میزدی به شارژ، مثلا میرفتی میومدی میدیدی 5 ساعت بعد تموم شده یا مثلا نصف بیشترش رفته. خب اینا تجربه های جذابی نیست، اما بزرگترین ایرادی که هواوی پی 20 پرو داشت مربوط میشد به دوربینش. اصلا فوکوسش میپرید، نمیدونم رنگا رو درست ثبت نمیکرد، یا اصلا کلا فانکشن درستی نداشت و خیلی زود از کار میافتاد این دوربینش. خلاصه که جزو گوشی‌هایی بود که نباید سراغش می‌رفتید اگر می‌خواید خیلی از دوربینش کار بکشید. یعنی مابقی شاید می‌شد مثلا ازش استفاده کرد و توی دراز مدت هم روش حساب کرد، ولی به خاطر این مشکل دوربینش اگر می‌خواستید عکاسی بکنید و عکس‌های زیادی باش بگیرید یا فیلم برداری داشته باشید، خلاصه که اذیتتون می‌کرد. حالا که داریم در مورد این رقیب‌های جنجالی صحبت می‌کنیم، وقتشه بریم سراغ مهم‌ترین رقیب اپل، یعنی سامسونگ، که این چند وقت میشه گفت که نبض بازار رو تو دستش گرفته و حسابی هم با گوشی‌های خفنی که میزنه سر و صدا به پا می‌کنه. دو تا گوشی بعدی این لیستمون از سامسونگه. اولین گوشی که میخوام برم سراغش گلکسی فولد، این گوشی‌های تاشویی که حسابی این روزها سر و صدا به پا می‌کنن، جذابن و آدم‌های زیادی میرن سمتشون به خاطر اینکه گوشی‌های خاصی هستن. ولی نسل ابتدایش یعنی همون گلکسی فولد پر از ایرادای عجیب و غریب بود. کاری ندارم که اومده بودن به هر حال یک سخت افزار جدید، یک طراحی جدید آورده بودن و سینک کردن یه نرم افزار باهاش کار سختی بود و طبیعی هم بود که پر از لگ و باگ های عجیب و غریب باشه. اما سامسونگ توی نسل اولش عملکرد فوق‌العاده‌ای سر طراحی لوله‌ها و صفحه نمایش تاشو نداشت و پر از شکستگی، پر از اینکه لولای خراب میشه، اینا خبرایی بودن که همه جا پر شدن. یعنی کلا میرفتی توی اینترنت در مورد این گوشی‌ها بخونی، پر بود از ویدیوها، مطالب و چیزهای مختلفی که داشتن میگفتن آقا این صفحه نمایشش احتمال داره که حتی همینجوری هم وسط بشکنه، یا این امکان وجود دارد که لولای از کار بیفته یا عملکرد درستی نداشته باشه، یا اصلا مثلا از یه جایی به بعد انقدر لق شده باشه که این گوشی نصف بازو بسته بشه، یا حالت لقی داشته باشه که اصلا دلپذیر نیست. و خب این داستانی بوده که اون زمان وجود داشته و حسابی مشکلات دیگه مثل عملکرد نادرست باتری، لگ و باگ های اضافه و اونجور چیزها رو هم داشتیم در موردش میشنیدیم و همین موضوع باعث میشد که دقیقا مثل آیفون 10 گلکسی فولد هم اونقدرها تجربه یه دلنشین و فوق‌العاده‌ای نداشته باشه. یه گوشی انقلابی بوده، ولی با تمام این جذابیت‌ها متأسفانه نمیتونسته یک گوشی پرفکت و بی‌نقص باشه. اما گوشی بعدیمون مربوط میشه به سری نوت سامسونگ. احتمالاً دیگه در مورد گلکسی نوت 9 زیاد شنیدید، یعنی گوشی که همه میگفتن که این بیاد رقیب اصلی اپله، قرار دیگه آیفون ها رو کامل بزنه کنار، همه منتظرش بودن که معرفی بشه و میخواستن که یه سری گوشی خفن ببینن از سامسونگ. ولی توی همین بازه زمانی به محض اینکه گلکسی نوت 9 اومد توی بازار رو دستمون گرفتیمش، خبرهای وحشتناکی داشتیم در موردش میشنیدیم. اولین خبر این بود که خب اسپن عملکرد خیلی ویژه‌ای نداره، یعنی اون چیزی که ما میخواستیم نبود روی گلکسی نوت 9. حالا اون قضیه رو که بذاریم کنار، میرسیم به بزرگترین ایرادی که اصلا جون آدم ها رو میتونست به خطر بندازه. یعنی در مورد چی میخوام صحبت بکنم؟ در مورد باتری هایی که منفجر میشدن. یعنی شما فکر کن یک بمب گذاشته بودی توی جیبت و نمیدونستی که تایمر انفجارش کیه، هر لحظه ممکن بود منفجر شه، ممکن بود توی رخت خواب باشی گوشی بغلت باشه بترکه، ممکن بود اصلا گوشی تو گذاشتی کنار این بترکه خونه تو آتیش بزنه، یا حتی توی جیبت باشه و این اتفاق بیفته. و خیلی داشتن یه گوشی گلکسی نوت 9 توی یه بازه زمانی ترسناک شده بود، اونقدری که آدم‌ها یا سری رفتن فروختنش یا نمیدونم اصلا سعی کردن که این گوشی رو بیخیالش بشن نخرنش. و این موضوع در نهایت باعث شد که از رده تولید حتی خارج بشه گلکسی نوت
9. دو تا گوشی بعدی که قراره توی این لیست بهتون بگم و آخرین گوشی های این لیستم به حساب میان، انصافا گوشی های خیلی خفنی بودن روی کاغذ، یعنی اصلا آدمو به وجد می آوردن وقتی داشتی در موردشون صحبت میکردی. اولیش پیکسل 3 و پیکسل 3 XL، یعنی کلا این سری پیکسل 3. متاسفانه این گوشی ها یه ایرادای خیلی عجیب و غریبی داشتن. آدم موقعی که این گوشی رو میدید خب میگفت اوکی با کیفیت درجه یکی دیگه، ولی در عین حال موقعی که باش کار میکردی این لگ و باگش میزد بیرون، اصلا پرات میریخت که آقا چرا با همچین اتفاقی بیفته. گوشی مشکل مدیریت حافظه داشت، یعنی مثلا شما میتونستی با این کار بکنی، یه دفعه میدی یه سری دیتا نیست، یا اصلا مثلا درست ذخیره نشدن، نصف ذخیره شدن، کراپت شدن فایلاتون، و این خیلی مشکل عجیب و غریبی بود. کجا بیشتر اینو میدیدی؟ موقعی که میخواستی بری عکاسی کنی و از این دوربین خفن پیکسل 3 استفاده کنی، یه دفعه مثلا عکس میگرفتی میدیدی عکس نیست، یا اصلا عکس درست ذخیره نشده، و خیلی داستانای این مدلی، و اصلا سردرد میشد کار کردن با پیکسل 3، و همین موضوع باعث شد که آدم ها یواش یواش بذارنش کنار. اما گوشی بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم از برندهای محبوب خود منه، یعنی وان پلاس. وان پلاس 5 و وان پلاس 5 تی متاسفانه پر از لگ و بگ های عجیب و غریب بودن و باتریشون وحشتناک ضعیف میشد طی یه بازه زمانی. یعنی شما گوشی رو می‌خریدی مثلا می‌دیدی 6 ماه بعد اصلا عملکرد باتریش اون چیزی نیست که انتظار داشتی، و رسما گوشیتون با یه پاره آجر دیگه فرقی نمی‌کرد. یه باگ بزرگ دیگه ای هم که داشتن این بود که وان پلاس 5 و وان پلاس 5 تی یه دفعه صفحه نمایشگرشون اصلا اون عملکرد لازم رو دیگه بهتون ارائه نمیداد. هم توی تاچش به مشکل میخورد، هم پیکسل سوختگی های عجیب و غریب پیدا میکرد که اصلا دیگه این گوشی ها رو میگفتی بندازم سطل آشغال، رسما بهتره. با توجه به بازار ایران هم که اصلا وان پلاس ها اونقدر ها توی بازار محبوبیت خاصی ندارن و خب قطعاتشون هم ممکنه کمتر گیر بیاد، اونجاست که دیگه شما باید با دو دست میزدی تو سرت که آقا من این گوشی رو چیکارش بکنم، چون صفحه نمایشش هم حتی ممکن بود که پیدا نشه. اما توی اختتامیه این در واقع ویدیو میخوام از چند تا گوشی شیائومی که معمولا پایین رده و میان رده بودن هم صحبت بکنم، مثل ردمی 9T که شما این گوشی رو میخریدی توی نگاه اول یه گوشی میان رده و پایین رده خوب بود، ولی مثلا به خاطر مشکلات سخت افزاری که توی اون ساختار تولیدش وجود داشت شما داشتی با گوشی کار میکردی و یه دفعه میدیدی که از کار میفته، خاموش میشه و دیگه قرار نیست که روشن بشه، حتی مشکلی هم نیست که بشه حلش کرد و با تعمیر جلوشو گرفت. و خب اینا داستانی بود که با گوشی های مختلف داشتیم. شما هم این وسط بهمون بگید که از بین این گوشی های هوشمندی که توی 5-6 سال اخیر اومدن با کدوماشون بیشتر مشکل داشتید، کدوماشون مشکل های حادتری داشتن، توی کامنت حتما واسمون بنویسید، این ویدیو رو لایک کنید، اگر میخواید قسمت دومش هم بسازم حتما بهم بگید. خیلی مخلصیم، تا ویدیوی بعدی فعلا خدا حافظ.